أحلام وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: "فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا". صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث خدمة أزيزان وبزرقباران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته همه شما أزيزان و را در برنامه آداب اسلامی خوش می تحصم پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی نبی کریم صلی الله علیه و وسلم می اسلام بر پنج چیز بنا شده ارکان اسلام یا ستون های اسلام كازون جمله در مئة می آورد الاسلام على خمسه شهاده ان لا اله الا الله يعني ركن أساسي در اسلام در دین اینه انسان الله سبحانه وتعالى تعالی را جيب الله سبحانه وتعالى تعالی درست وصحيح معرفت حاصل کرده و او را عبادت نماید حالا بحث ما پیرامون ادب با الله سبحانه و تعالی چگونه یک انسان بنده مؤدب میشه به نزد الله سبحانه و تعالی به با اینه که باید انسان بفهمه و بدانه خالقش کیست رازقش کیست الله خالق، الله رازق، الله مالک، الله مدبره این صفات صفات پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی منو تو را خلق کرده الله سبحانه و تعالی برای منو تو روزی میده الله سبحانه و تعالی در تمام امور ما تصرف داره الله سبحانه و تعالی مالکه الله سبحانه و تعالی مدبره حالا ما اگر برویم صفتی که خاص به الله سبحانه و هست او را به غیر الله بدیم آیا این از ادب بدور نیست؟ الله سبحانه وتعالى روزي براي ما داده الله سبحانه وتعالى زاتيك حلال المشكلات هست رزاق هست الله سبحانه وتعالى زاتيك كه و وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هرچي از خدا طلب کنی الله میده وآتاكم میدهد برای شما من کل ما سألتمو هر چیزی که شما سوال کنید هر چیزی که از الله بخواهید الله برایتان همه نعمتر داده اما کسی میره به غیر نام الله قسم میخوره کسی نظر به غیر الله میکنه کسی میره کمک و استعانت از غیر خدا میتلبه پس اینها واقعا نمیشه گفت که این انسان ها انسان های با ادبی هستند ادب اینه که با الله سبحانه و تعالی معرفت درست پیدا کردن هدف از خلقت چیست و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس آفریده نشدن الا که مگر الله سبحانه و تعالی میگه مرا عبادت کنن مرا بشناسن مرا سجده کنن پس باید ادب با الله سبحانه و تعالی را ما بفهمیم و بدانیم که چگونه با الله سبحانه و تعالی ما ادبه داشته باشیم اول ادب اول با الله سبحانه و تعالی اخلاص هست اعمالی که انجام میدهیم خاص به خاطر پروردگار عالم باشه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إخلاص للهيات نماز ميخاني بخاطر الله نماز بخان روز ميجيري بخاطر الله روز بجير حج بخاطر الله حج برو زكاة ميدي بخاطر الله زكاة بدي صدقه میدی به خاطر الله صدقه بده حجاب میگیری تو خواهر مسلمان حجابتون نباید ترس از شوهر باشه حجابتون نباید ترس از پدر و برادر باشه حجابتون نباید برای خود جنبه مد و اینها را داشته باشه حجاب یک عبادت هست حجاب میگیری به خاطر الله حجاب بگیر ای حق الله سبحانه و تعالی هست اخلاص الله سبحانه وتعالى ب یگانگی بشناس و خاص به الله سبحانه وتعالى تعالی الله وَلَا تُشْرِكُوا تشرک به شیء به الله چیز شریک نگیر شریک نیار و اعمال تو و عبادت تو مسلمان و برادر مسلمان خاص به الله سبحانه وتعالى تعالی باشه سبون بزرگی و الله را متوجه شو ذات اقدس الهی ذاتیه که ذل الجلال والإكرام عظمت پروردگار بزرگی پروردگار را بفهم و ومتوجه و متوجه باش بعضی از انسان ها نعوذ بالله ثم نعوذ بالله فكر می که الله سبحانه و تعالی مثل فردی از افراد بشر که با اونها برخورد میکنن با الله چنین برخورد میکنن نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ذات اقدس الهی ذاتیه که سیدنا نوح علیه الصلاة و السلام با قوم خود میگه ما لکم لا ترجون لله وقارا چی شده شما را؟ شما را چی شده که عظمت خدا را فراموش کردید؟ ما لکم ترجون لله وقارا چرا عظمت خدا را فراموش کردید چرا خدا را با عظمت و بزرگی که داره نمی شناسید و قد خلقکم اطوارا و ذاتی که شما را خلق کرده پروردگار ما ملک الملوک هست پادشاه پادشاهان این پادشاه دنیا را که می بینید اینها همه بندگان الله سبحانه و تعالی هستند الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هست الله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض هست هو الغني الله غني هست ونحن الفقراء الله قوي هست ونحن الضعفاء الله قوية ما ضعيف هستم بس بناء بإينك بيت عظمت پروردگار از جمله‌ی ادب الله سبحانه و عظمت پروردگار را دانستند امام نووی رحمه الله در مقدمه شرح صحیح مسلم می که ليستحب لكاتب الحديث اذا مر بذكر الله عز وجل ان يكتب عز وجل او سبحانه وتعالى امام نووي می وقت شما نام مبارک الله جل جلاله را بالزبان ميا بريد بقول جل جلاله وعز شأنه وقت مين بيسك نام الله سبحانه وتعالى را بايد بمقابل بنمسة عز وجل بايد بنفس جل جلاله بايد بنفسك سبحانه وتعالى از جملة ادب الله سبحانه وتعالى إنك به نام های الله سبحانه و تعالی کم و زیاد نکنه اسماء پروردگار عالم نام های پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی نام هایش توقیفی هست ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها که اشاره می فرماید و ذر الذین یلحدون فی اسماء در نام های پروردگار اگر کم و اضاف شد از پیش خود کسی با الله صفتی ساخت از پیش خود صفتی کم کرد نعوذ بالله بحث بحث الحاد می آید پس نامهای مبارک الله سبحانه و تعالی که برای ما بیان شده آنچه که الله سبحانه و تعالی بر نفس خود برای ما بیان کرده ثابت کرده و رسول صلی الله علیه و سلم صفات پروردگار عالم را برای ما بیان کردن ما بدون تشون و چرا و بزيري بدون تأويل بدون تعطيل بدون تشبيه بدون تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ايه أدب با الله سبحانه و تعالى هسكي هر صفاتكي الله سبحانه و تعالى بخد قفته و رسول صلى الله عليه و سلم ما قبول داریم بدون اینکه ما به او تعویلی داشته باشیم تعطیلی داشته باشیم تشبیهی داشته باشیم و تمثیلی داشته باشیم وقتی الله سبحانه و تعالی برای خود عین گفته ما میپذیریم برای خود یدین گفته میپذیریم برای خود ید گفته میپذیریم چون این مسائل مسائل توقیفی هست که الله سبحانه و تعالی بیان فرموده اما به اینکه که چیگونه کیفیتی رو نمیدانیم که ما بیاییم بفهمیم عقل ما قاصر هست کوتاه هست ضعیف هست عقل ما یک مخلوق هست درباره خالق نمیتونه بالاخره با همه مسائل فکر کنه با همه مسائل راه داشته باشه به با اینه که گفته شده ای بیرون از وهم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من یکی دیگر از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی تسلیم به امر پروردگار عالم وقتی کش می که میشنوید که الله سبحانه و تو را به چنین چیزی امر کرده و از چنین چیزی منع کرده در جواب چی میگویی سمعنا و اطعنا ای از ادب با الله سبحانه و است. هفتم به این که از جمله ادب با الله سبحانه و تعالی او را مراقب خود دانستن در هر حال در حالت سر در حال پنهان و در حال آشکار الله سبحانه و تعالی واقف هست میداند و می بیند کجا هستی کجا میری چگونه اعمال را انجام میدی پس حاضر و نادزیر دانستن الله سبحانه و تعالی را بر تمام امور اعمال خود این ادب با الله سبحانه و تعالی هست وهم شنين هفس بيوتا الله سبحانه وتعالى يعني مساجد كائن إن شاء الله أدب يا أداب مساجد برنامج خاص که بیان مشي فقط إشارة مختصر که أز جملة أدب الله سبحانه وتعالى که خانية الله سبحانه وتعالى بايت حفظ بشه نجحاني بشه ارتباط انسان باید با خانه الله سبحانه و تعالی باشه و نکته اخیر اینه که تسلیم به قضا و قدر پروردگار عالم چگونه ادب به الله سبحانه و تعالی میخوانیم ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله هر مصیبتی که آماد بر سر تو تو انا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقت مصيبة آمد انا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون شکایت نداشته باش بندگان با ادب الله سبحانه وتعالى تعالی شکایت ندارن شکایت نمی کنن دعا از الله سبحانه وتعالى تعالی طلب صبر طلب استقامت پس بقذا و قدر روردگار عالم تسليم شدن اين نشان أدب ب الله سبحانه وتعال هست رسول أكرم صلى الله عليه وسلم مفرماي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وإن أصابته صرا فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا فصبر فكان خيرا له سبحان الله امر مؤمن کار مؤمن رسول صلی الله علیه وسلم سلم می تعجب آور هست انسان تعجب وادار میکنه به اینه که اگر مصیبتی رسید برای تو صبر میکنید اگر نعمتی رسید شکر میکنید به هر حال برای انسان مؤمن انسانی که با الله سبحانه و تعالی میخواد که با ادب باشه اینه که به قضا و قدر پروردگار عالم باید تسلیم شد الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده به اینکه ادب با الله سبحانه و تعالی را متوجه باشیم توحید اینکه او را بیگانگی بشناسیم شریک قائل نشیم دیگر اینکه در تمام اعمالی که انجام میدیم للهی باشه خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی و دیگر این که اسماع و صفات پروردگار عالم که اضاف نشه الله سبحانه و تعالی وقتی برای ما صفتی بیان کرده از خود رسول صلی الله علیه و سلم صفتی یا نامی از الله سبحانه و تعالی را بیان کردن ما دیگه در او تعویلی تأوی هم نداریم در او تعطیلی هم نیست یعنی بدون تعویل بدون تعطیل بدون, بدون تشبیه بدون تمثیل چون آیه قرآن هست لیس کَمِثْلِهِ شَیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیر الله سبحانه وتعالى تعالی همه ما را توفیق بده تا اینکه ادب با الله سبحانه وتعالى تعالی داشته باشیم تمام اعمالك که انجام میدیم که پیشگای الله که قبول میشه باید داراییم دو شرط باشه شرط اول اخلاص یعنی يعني خاص به خاطر الله شرط دوام

أحلى وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى <applause>